هشتم فروردین 1361 فرمانده وقت نیروی زمینی شهید صیاد شیرازی دستور می‌دهد تا عکس‌های هوایی از منطقه عملیاتی فتح المبین گرفته شود و مشخص شود که نیروهای دشمن تا کجا عقب نشینی کردند، مناطق پراکندگی آنها کجاست و چه یگانهایی از خط جدا شدند. صیاد شیرازی روز هشتم به من ایشون اینجوری فرمودند که راکری یه عکسی درخواست بکنید از عقبه منطقه عملیات که منظورش بیشتر حاشیه رودخانه دوبیرج و ارتفاعات همرنگ بود که ببینیم دشمن کجا رفته. بر اساس اینکه دشمن چقدر رفته عقب و کجا هست ما به همین نسبت پرسنل رو به مرخصی بفرستیم. عکسم داشتن ولی همیشه برای عملیات به یه آخرین عکس، آخرین وضعیت دشمن احتیاجه، چون دشمن جابجا میکنه نیروهاشو، فقط ما نیستیم که بلدیم جابجا کنیم، اونم بلدن. وقتی دستور عکس برداری هوایی به گردان شناسایی ابلاغ میشود، جهت انجام این مأموریت یک فروند RF 4 به خلبانی فریبرز قنی نژاد و داوود دلفاری عازم خوزستان میشوند. طبق برنامه این هواپیما بایستی از سمت شرق دهلوران وارد منطقه دشمن شود تا ارتفاعات مرزی از موسیان تا فکرا عکس برداری کند. زمانی که اینها اومدن روی فکه موسیان که بیان به سمت بالا، مواجه شدن با شلیک موشک‌های سامدوی در واقع ارائی. خب اینا سعی می‌کردن با ECM و تکنیکی بلد بودن در واقع موشک‌ها رو منحرف کنن، ولی خب تعداد زیادی موشک شلیک شده بود. یکی از این موشک‌ها در واقع نزدیک هواپیما منفجر شد و ترکشش خورد به هواپیما. هواپیما تعادل خودش رو از دست داد. دقیقاً یادم هست، من این تصویر رو عکس دیدم که هم هواپیما دیده میشه هم مسیر موشک که به سمت هواپیما داره میره. خب چند تا ترکش هم به هواپیما خورد، هواپیما از مسیر منحرف شد و تا اونجایی که ما دیدیم همش داشت ویراج میداد رو هوا. برای عملیات آزادسازی خرمشهر بود. آره حالا داره یادم میاد. کسایی که رو زمین بودن فکر میکنن این هواپیما سقوط میکنه، اینقدر موضوع در واقع شدید. ولی خب آقای فریبرز قنی‌نژاد از بهترین خلبانای کابین جلوی گردان شناسایی بودن و همینجور کابین عقبشون آقای داوود دلفانی تونستن هواپیما رو کنترل کنن. منتها باز خب شلیک موشک‌های سامدو ادامه داشت. موشک بعدی که در واقع منفجر خود ترکش این دیگه به هواپیما آسیبی خیلی زیاد رسون، به طوری که این هواپیما اصلا منحرف شد مثلا به خاک عراق و دیگه همه گفتن که انقریب این هواپیما سقوط میکنه و کارش تمومه. بعد موشک ها رو تو عکس ما دیدیم، سه تا موشک سامدو که شلیک شده بود، مثلا این تو برگشت بود دوربین قشنگ دود موشک ها که داره میاد تو مثلا فیلماش افتاده بود، عکسش افتاده بود. هواپیما در منطقه شمال هورالهویزه یه قرارگاهی در اونجا تشکیل شده بود به نام شیبه. از اون قرارگاه یه موشکی دیگه واسه شلیک کردن. هواپیما در این حالت به شدت به سمت هورالعظیم اومد پایین که ما همه فکر کردیم که این هواپیما ساقط شد و رفت تو آب. ولی خب دوباره اینا تونستن هواپیما رو کنترل کنن و با یه چرخش 180 درجه برگشتن روی خاک ایران. قنی‌نژاد یک افسر عالی بود، درجهش پایین بود ولی خیلی دل و جرأت داشت، خیلی خیلی. خب دوربین باز بوده، بنابراین دوربین همینجور که داره میره هواپیما سعد اهواز از خرمشهر، رودخانه کارون و تا جنوب اهواز فیلم برداری سلاح. وقتی هواپیمای شناسایی مورد اصابت دو موشک سام دو قرار میگیرد، کسانی که ناظر این ماجرا هستند تصور میکنن هواپیما جایی در هورالعظیم سقوط خواهد کرد، اما خلبانان هواپیما را در حالتی اضطراری به فرودگاه اهواز میرسانند. در فرودگاه اهواز متخصصان مخازن دوربین ها را باز میکنند و با یک هواپیمای جت به تهران میآورند تا برای ظهور و چاپ به لابراتوار منتقل شود. همان شب باید نتیجه کار مشخص شد. تا این فیلم بیاد بیرون من دل تو دلم نبود، چون من مسئول قسمت بودم و تمام این پرسنل ما از درجدار گرفته، از همافر گرفته، از خانم‌های همافرا گرفتن، همه واقعا یک حالتی داشتیم که احساس می‌کردیم که این خلبان جونش گرفته کف دستش.
رفته و این عکس‌ها رو گرفته اومده، ما از اینجا به بعد باید نتیجه را بتونیم به صورت مطلوب برسونیم دست مقام‌های زیرت. فیلم‌ها ظاهر شد و عکس‌ها چاپ شد و عکس‌ها در اختیار مفصلین عکس اطلاعات نیروی زمینی ارتش گذاشته شد. اون زمان مفصلین که عکس‌ها رو بررسی کردن متوجه موضوع بسیار مهم شدن. عکس‌ها شب به دست ما رسید، عکس‌ها رو یه بررسی کردیم، دیدیم از اونجایی که می‌خوایم عکسی وجود نداره و از اونجایی که نمی‌خواستیم و مورد نظر ما نبود، عکس اونجا رو خوب نشون میده. و ببینید، همیشه قرار بر این هست که تو عملیات‌ها ما از ضعف‌های دشمن استفاده کنیم و یک ضعف عمده در اینجا مشهود بود، اون هم فاصله مارد تا دارخوین به طول 40 کیلومتر غرب رودخانه کارون که قبلا شش گردان عراقی در اونجا مستقر بود. این نیروهایی که در اونجا مستقر بودن اسمشون بود نیروهای از سموده، ولی اون روز نبودن. مثلا همون رودخانه اروند تا مرز یه منطقه چیز بود که تو برگشت غنی نژاد دوربینش روشن بود، از اونجا عکس گرفته بود. چون عراق شمال آبادان و شمال خرمشهر رو خاکریز زده بود و آب انداخته بود، از اونجا نمیشد نفوذ کرد، که بعد طرح عملیات ما از همون یه تیکه ای شد که غنی نژاد تو برگشت عکس گرفته بود. من این قسمت کار رو در نوشته های خودم هم اسم بردم امداد غیبی. خداوند با این کار خودش یک دریچه ای رو برای عملیات بعدی به ما نشون داد و اون دریچه فاصله 40 کیلومتری مارد تا دارخوین بود که ما مسیر حرکت عملیات بیت المقدس رو در اینجا قرار دادیم. این از برکات اون عکسی بود که هواپیمای آرفور بر ما گرفت و نمیشه بگی که چقدر ارزش داشت.